خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان قلمرو ادب. خیلی متشکرم که تشریف دارید. بعد از مدت ها دوباره برگشتیم سراغ شاهنامه. ما تا پایان داستان بیژن منیژه رو از آغاز شاهنامه شروع کرده بودیم، رسیدیم به پایان بیژن منیژه. سلام سلام سلام. و با تموم شدن داستان بیژن منیژه شاهنامه رو کنار گذاشتیم و مدتی در مثنوی تأخیر رفتیم سراغ غزل و سراغ حافظ. حالا برمیگردیم که ادامه داستان رو جلو بریم. من یکی از مقدمه هایی که به نظرم لازم حتما بگم این که یک کوچولو سریع خیلی فشرده از اول شاهنامه تا این لحظه رو بگم که شما تو فضای شاهنامه قرار بگیرید، بعد وقت داستان رو ادامه. همینجور که میدونین شاهنامه با یه دیباچه شروع میشه، بسیار دیباچه مهمی هم هست و فردوسی یکم راجع به خود شاهنامه، سرودن شاهنامه صحبت میکنه و راجع به آدم هایی که نقش داشتن توش، و بعد یه مقداری راجع به آفرینش جهان صحبت میکنه، عناصر اربعه صحبت میکنه، آفرینش گیاهان و اینها صحبت میکنه تو دیباچه، و بعد از دیباچه شروع میکنه به ماجرای انسان و با کیومرث داستان شروع میشه، یا کیومرت داستان شروع میشه، و بعد با هوشنگ و تهمورس و میرسه به جمشید. جمشید یه ماجرای بزرگی اتفاق میفته که خب طبقات اجتماعی اونجا با وجود میان، تغییرات بزرگ ایجاد میشه، پادشاهی خیلی بزرگی ایجاد میشه، جامعه شکل میگیره اینها، ولی و خیلی هم اتفاقا جمشید پیروزمنده، خیلی هم ظفرمنده و فرهمنده در همه چیز، الا اینکه اون آز دامنش رو میگیره و میرسه به اینکه خودش رو فقط ببینه، و به خاطر همین توسط ضحاک در واقع سرنگون میشه، زندانی میشه، و ضحاک هم توسط یه ماری فریفته میشه، توسط ابلیس فریفته میشه و ماری بر شونه‌هاش سبز میشه، و هزار سال قصه ضحاک به درازا میکشه. و بعد از این داستان ضحاک ماجرای فریدون و جانشینی فریدون، قیام کاوه هست و بعد به قدرت نشوندن و به سلطنت نشوندن فریدون هست که دوباره اون فره ایزدی به پادشاهی برمیگرده و فریدون هم بسیار مقتدر هست. یکی از اشتباهات فریدون مثل شاهلیر شکسپیر این که در زمان حیاتش میاد سرزمین ها رو و جهان رو بین سه پسرش تقسیم میکنه. دو پسر بر علیه پسر کوچک توطئه میکنن به نام سلم و تور، و پسر کوچک یعنی ایرج رو به قتل میرسونن و سر ایرج رو برای پدرشون میفرستن. این ماجرای هولناک، این تراژدی هولناک زندگی شاهنامه رو زیر و رو میکنه، و دیگه از اون به بعد مسئله انتقام خون ایرج پیش میاد، و خب فریدون هم بنیه و قوه‌ای نداره، سلم و تور خیلی نیرومندن، و پدری است که آرزومند کشته شدن بچه هاش است، آرزومند کشته شدن پسراش است. بالاخره از طریق دختر ایرج یه بچه‌ای به وجود میاد، منوچهر، و منوچهر اون مرد آرمانی فریدون هست، اون پادشاه بزرگ. اتفاقا وقتی هم میبینتش میگه خیلی شبیه ایرج است، و منوچهر میاد و سلم و تور رو میکشه، و اون صحنه ای که هنوز حالا فریدون هم فکر کنید زنده است، و اون صحنه ای که میاد و برمیگرده پیش نیاش و میگه که خلاص پسرات رو کشتم، فریدون خیلی خوشحال میشه. این صحنه بسیار عجیبیه تو شاهنامه و تأثیر گذاره. و بعد از ماجرای منوچهر دوباره یک ذلتی پادشاهی ایران رو میگیره، نوذر پسر منوچهر که به قدرت میرسه بسیار پادشاه بی عرضه است و نمیتونه خلاصه اون فر ایزدی رو داشته باشه، عدالت و دادگری رو داشته باشه،
و بعد از اونم زو تهماسب که یه پیرمردی است توسط زال به قدرت میرسه، و پس از اون کیقوباد یه پادشاه خوب دوباره به قدرت میرسه و یه جامعه آرمانی رو بنا میکنه تو 120 سال حکومت خودش، و دوباره یک وفاقی و یک اتحاد بزرگی شکل میگیره. اینجا کیانیان شروع میشن، یعنی پیشدادیان تمام میشن و کیانیان شروع میشن. حالا توی این به موازات این ما یه سری خانواده های بسیار مهم داریم. یه خانواده ای که از به اصطلاح قارن هستن، یه خانواده کشواد هستن که اینا همه از کاوه میان، و یک خانواده هم خانواده گرشاسب و نریمان و سام و زال و بعدها رستم. حالا هنوز رستمی وجود نداره تو شاهنامه تا این لحظه که من دارم میگم، و در زمان همین کیقوباد هست که سرکله رستم پیدا میشه. این خانواده هم حالا شکل میگیرن و این خانواده هم هر کدومشون مسائل پهلوانی و مسائل و رقابت های خودشون رو دارن. و دو تا چهره هم اینجا هستن، توس و گستهم، که اینا فرزندان نوذر هستن، ولی زال جلوی به قدرت رسیدن اینها رو میگیره و اجازه نمیده که اونها به قدرت برسن، و بزرگان و موبدان و ردان هم مخالفن، و بالاخرش هم همینجور که گفتم کیقوباد به قدرت. یکی از فرزندان کیقوباد به نام کیکاووس بعد از او پادشاه میشه، و کیکاووس یه پسری داره به نام سیاوش که به دلیل اینکه رستم زده پسرش رو کشته توی اون ماجرای جنگ رستم و سهراب، اینا هم حالا همه اتفاق افتاده، پسرش رو در واقع یه جورایی هدیه میده به رستم که رستم این سیاوش رو بزرگ کنه به جای پسر خودش، و رستم هم خیلی شیفته سیاوش هست و سیاوش رو دوست داره، و سیاوش توی اتفاقاتی که میفته میره به توران زمین و اونجا در واقع متوطن میشه، شهری میسازه، یه جورایی به عنوان گروگان خودش رو به یک تبعید اختیاری میفرسته اونجا، و در اونجا توسط گرسیوز و توسط یعنی شماتت گرسیوز و بی درایتی اسفندیار ببخشید افراسیاب کشته میشه. باز دوباره اینجا یه ماجرای چی خون به اصطلاح ایجاد میشه و خونخواهی ایجاد میشه، و حالا مهم اینه که کی به قدرت برسه و چکار بکنن و این خونخواهی رو چجوری سازماندهی بکنن. از اون لحظه که سیاوش کشته میشه همه افکار شاهنامه، همه حوادث شاهنامه معطوف این خونخواهی است، و بالاخره بچه ای از این سیاوش که بچه فرنگیس باشه به نام کیخسرو میاد در ایران پادشاه میشه، و ما الان در پادشاهی کیخسرو هستیم، و حالا این کیخسرو داره سازماندهی میکنه، مدیریت میکنه ماجرای خونخواهی پدرش رو که سیاوش باشه. در این گیرودار یه مأموریتی به بیژن میخوره که بره و در مرز توران زمین گرازهایی که به کشاورزان آسیب میرسونن اونها رو نابود بکنه، و این وقتی که میره اونجا اشتباهی یا حالا اثر سهلنگاری وارد توران زمین میشه، عاشق یه دختری میشه به نام منیژه که دختر پادشاه هست، دختر افراسیاب هست، و به اصطلاح به دنبال این عشق میره به مقر اونها به حساب به حرمسرای افراسیاب، و بعد در اونجا دستگیر میشه، در یه چاهی زندانی میشه، و رستم مأموریت پیدا میکنه از طرف کیخسرو برای نجات بیژن، و میره و با تدابیری که هست اون رو نجات میده، و یک جنگ خونین هم میکنه، خیلی هم پیروزمندانه داره بر میگرده که قناعت به این نمیکنه، حتی میره بنه افراسیاب رو هم غارت میکنه و بر میگرده. با برگشتن رستم پیروزمندانه به اتفاق بیژن و چیز و غنائم، ماجرای امشب شروع میشه، یعنی ماجرایی که ما الان میخوایم شروع کنیم بعد از این حوادث است که الان میخوایم این بعد از این حوادث رو از امشب بررسی کنیم. اما اگر جلو بره کاجو یکم بر جلو میبینن نوشته رزم 11 رخ،
داستان رزم 11. و من تو گزارش های قبلی که گفته بودم چندین بار تکرار کردم، گفته بودم داستان نبرد 12 رخ. شما اگر توی متون هم نگاه بکنید، هم 12 رخ رو بسیار میبینید و هم 11 رخ رو بسیار. من چون نمیخوام به قول امروزی ها داستان اسپویل بکنم، براتون الان اجالتا با دقت توضیح نمیدم که چرا 11 رخ، چرا 12 رخ، و حالا من خودم میخوام بگم با یه اعتباری هم میشه گفت 13 رخ. ولی من اگه بخوام اینا رو توضیح بدم که چرا این تفاوت ها وجود داره، مجبورم و داستان رو بگم و اصلا دیگه لوس میشه. فقط همین رو میخواستم ابتدا تذکر بدم، ولی خب تو طول قصه متوجه این میشیم که چرا 11 رخ یا نه 12 رخ، یا چرا 12 رخ و نه 11. فقط اجالتا بگم که رخ اینجا به معنی همون رخ هست، یعنی چهره، شخصیت، برگزیده، فرد برگزیده، 11 فرد برگزیده در واقع رزم 11 فرد برگزیده. منتها دکتر محمد معین تو لغتنامهشون رخ رو گفتن به معنی جنگجوست و مثالی که زدن ایشون فقط همین بوده. همین البته ایشون هم نوشتن 12 رخ، نوشتن رزم 12 رخ به معنی 12 جنگجو و هیچ مثال دیگری نزدن. خب ما میدونیم رخ یه معنیش یعنی کل صورت، یه معنیش یعنی نصف صورت، و یه معنیش یه مهره در شطرنجه و معانی دیگه که احتمالا شما میتونه حالا تو لغتنامه ها پیدا بکنید. هیچ جا به معنی جنگجو نیست تو این معانی الا همون تذکری که دکتر محمد معین داده تو لغتنامهش، و اونم استنادش فقط به همین تعبیر است. این هم در مورد بفرما خواهش. رخ در بله ببینید، رخ یکی از معانیش اینه قلعه، دش. بله، و اون فکر میکنم در شطرنج از اون معنی استخراج شده. بله تو لغتنامه ها حداقل هست. خواهش. من شکلی در مورد زندگی دوستم و دنیا آمدنش رو آیا سیماهای بود نه حقیقت داره این داستان؟ ببینن حقیقت داره یا داستانه که ما هیچ سند غیر از شاهنامه و متون اسطوره‌ایمون در مورد رستم نداریم. ما هیچ جایی مثلا نه سکه‌ای به نامش هست، نه مثلا کتیبه‌ای وجود داره، نه یادگاری مثل سنگ قبری، نمیدونم بنایی، چیزی وجود نداره. پس بنابراین بر این اساس میگیم اینها اسطوره است، بر این اساس. ولی از باب این که تاریخ در یه دوره‌ای با به شیوه اسطوره نقل می شده، با حکایت و قصه ها تاریخ نقل می شده، و تاریخ ما تا یه دوره‌ای خیلی معطوف به تاریخ شفاهی بوده، ما ناگزیریم از اینکه بپذیریم قصه رستمی وجود داشته. حالا اینکه جزئیاتش قطعا پر از حکایت ها و اسطوره ها و افسانه هاست، ولی اینکه در اصل مطلب قصه ای به نام رستم وجود داشته و خیلی پروبال گرفته، به نظرم میتونیم مطمئن باشیم که همچه قصه ای وجود داشته، چون که به هر حال هم در اوستا نام رستم منعکس هست، هم روایات گوسانی یعنی قصه های بخشی ها و نقالان در موردش صحبت شده، بنابراین بعید نیست که چنین شخصیتی هم وجود داشت. این هم حرکت داشته که مثل وقتی دنیا آمد یه اشکالی داشته پردر شخصی خبر میدن پردرش میگه که یه زمانی هم به خود بیارم. نه، اون پدر رستمه، زال. زال سفید موی بوده و همین الان هم ما به آدم های سفید موی دیدن میگیم زال به خاطر همین. و اشکال رستم در موقع تولد این بوده که به دنیا نمی اومده، از بس که شکم مادرش بزرگ بوده و رستم بزرگ بوده، امکان زایمان طبیعیش وجود نداشته و توسط سیمرغ هدایت میشن اینها به این که شکم مادر رو با چاقو با دشنه پاره کنن، ببرن و بچه رو از طریق رستمیان حالا یا سزارین به دنیا بیارن.
وگرنه خود رستم هیچ ایرادی نداشته. ایراد مال پدر بوده که پدر بله برده بودنش اصلا بکشتنش. حالا شانسی که ما آوردیم یا خاندان رستم آوردن این که نکشتنش، رهاش کردن در کنار کوه و توسط سیمرغ توسط یه پرنده افسانه‌ای بزرگ شد. خب بریم سراغ داستان رزم 11. جهان چون براری براید همین. ببینن فردوسی همجور که میدونین با یه مقدمه همه داستان هاشو شروع میکنه و مقدمه هاش هم خیلی حکیمانه است. جهان چون براری براید همین، تکه رو چون است، یعنی همان گونه که براری برمیاد، هر جور جهان رو بگیری همون جوری باد برخورد میکنه. بد و نیک روزی سراید همین، چو بستی کمر بر در راه آز، شود کار گیتیت یک سر دراز. یک بیتی از حافظ هست که میگه گفت آس گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی تب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. این دیگه ضرب المثل شده در کلام حافظ. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بربط زنان میگفت نوش. یعنی اینکه من تمایل دارم به اینکه شراب بنوشم به خاطری که سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. و حالا نها کنن این میگه چو بستی کمر بر در راه آز، یعنی سخت گرفتی برا شود به خودت، شود کار گیتیت یک سر دراز، یعنی جهان بر تو سخت میگیرد، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. همین تعبیری است که در واقع حافظ حالا به اون شکل خودش بیانش میکنه. و بعد میگه که به یک روی جستن بلندی سزاست، اگر در میان دم اژدهاست. این به یک روی رو فردوسی اینجا به نظر من خیلی خوشگل به کار برده. ما دیدن خیلی احتیاج داریم تو نوشتنامون که بنویسیم از طرفی این، از طرفی آن. حالا بعضی موقع دیدن بنویسیم از سوی این از سوی آن. فردوسی به نظر من داره این رو میگه، میگه به یک روی یعنی از طرفی، بعد و دیگر تو بیت بعدی یعنی از طرف دیگر. میگه به یک روی، به یک روی یعنی از طرفی جستن بلندی سزاست. آدم که نمیتونه بشینه دنبال بگه من دنبال آز نیستم، هیچ کار نمیکنم. بله میگیم که on the other hand میگیم اون on the other hand بله. چون میگه که به یک روی جستن بلندی سزاست، اگر در میان دم اجداس و دیگر یعنی از سوی دیگر که گیتی نداره درنگ، سرای سپنجی چه پهن و چه تنگ. من نمیدونم کدوم توصیه کنم. فردوسی توصیه کنم بری دنبال آز، دنبال بزرگی طلبی، دنبال تمناهات، دنبال خواستهات، یا بهت بگم که گیتی ندارد درنگ، گیتی صبر نمی کنی که تو حالا از این بلندی ها و بزرگی ها و اینها استفاده بکنی. می گذاره میره. عرض می کنم اتفاقا راجع به او خیلی میخوام حرف بزنم، میگم وقت جلسه رو چون خیلی میگیره میخواستم اول این دوتا رو بگم. آره بله 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 من حواسم به شما هست. و و دیگر که گیتی ندارد درنگ، سرای سپنجی چه تنگ چه پهن و چه تنگ. یکی از تعالیم فردوسی به ما همیشه این بوده که میگه که زمانه ما رو در بهترین زمان میکشه، یعنی مرگ تو بهترین ساعات سراغ ما میاد. یعنی مورگیجمون دادیم، عرض به خدمت شما همه کارامون کردیم، بچه هامون رفتن دنبال کارباراشون، بدهی ماشینمون تموم شده، حالا الان وقتشه که زندگی کنیم. زور میفته میگن چه بدت نمیدونم چی چرب پیشرفته است. تمام. یعنی مرگ اینجوریه، مرگ همیشه تو بدترین بهترین موقع میاد و زندگی رو تمام میکنه. و به خاطر همین آقای فردوسی بنه میگه که و دیگر که گیتی ندارد درنگ، صبر نمیکنه که تو از دستاوردهای عمرت استفاده کنی. سرای سپنجی چه پهن و چه تنگ، چقدر
نگاه نمیکنه برای به تو که ببینه تو خیلی جمع کردی، حالا وقتش که از این جمع کردات استفاده کنی، یا کم جمع کردی یکم بهت فرصت بده. نه این کار نمیکنه. خب حالا بریم سراغ اگر در میان دم اژدهاست. ببینن این اگر در میان دم اژدهاست اشاره به یه دو بیتی هست که حنظله بادقیسی سروده. من از کاوه خواهش میکنم که بره توی رفتن در شکم شیر توی وبلاگ من لطفا کاوه برو مقاله بیار. این مطلب مهمیه، من اینجا بخونمش براتون. باید یه حکایتی از چهار مقاله بخونم و داستان رستم و هفت گردان در شکارگاه افراسیاب که قبلا خوندیم. شما اگر در وبلاگ من برین و رفتن در شکم شیر رو باز برن نقد و نظر لطفا و برن رفتن در شکم شیر ببینه. این رفتن در شکم شیر اسم یک مقاله هست که من اونجا نوشتم و حالا شما رولش کنین یه ذره برین جلو برسن به هفت تن از بزرگترین سپهسالاران ایران. میبیننش بعد هفت تن از بزرگترین سپهسالاران ایران مهمان رستم هم. و با هر یک بزرگانی همراه شدند، مهمان و میزبان شب و روز به سرخوشی و بازی و شکار مشغولن. این قصه رو خوندیم قبلا ها تو شاهنامه. گیو شکارگاه نوند را که اینها حالا اونجا هستن برای آن همه پهلوان و شکارچی بسنده نمیدانند و رستم را وسوسه میکند که به سمت شکارگاهی در سرزمین توران حرکت کند. حالا باز برین جلو، برین صفحه بعد. نها کنین، شما فکر بکنین هفت تا حداقل هفت تا از بزرگترین سپهسالاران ایران رفتن توی یه جایی برن شکار. حالا فکر کنین یه آدمی میگه که اینجا که شکار نیست، ما بریم اون سمت تورانیان، اونجا خیلی شکار است. حالا فکر کنین اینا اگه بیافتن به گیر تورانیان همشون کشته بشن. خب این پادشاه یعنی یک سهلنگاریه که اینا در واقع رفتن در شکار. من اسم مقاله گذاشتم رفتن در شکم شیر، و اینا پا شدن بدون اجازه مثلا پادشاه رفتن اون سمت. اما آنچه از همه گیراتر و هنرمندانه تر است، حال خود این قصه خیلی گیراست و هنرمندانه است، این قصه به اصطلاح هفت گردان و رفتن در شکم شیر، منتها من اینجا میخوام قبل از داستان رو شروع کنم. اما آنچه از همه گیراتر و هنرمندانه تر است شش بیتی است که فردوسی پیش از آغاز داستان آورد. میخوام این شش بیت رو براتون بگم. چه گفتن سراینده مرد دلیر، صفحه بعد چه گفتان سراینده مرد دلیر، بعد میخوام این براتون بخونم، این مال شاهنامه است. چه گفتان سراینده مرد دلیر که ناگه براویخت با نره شیر، که گر نام مردی به جویی همی رخ تیر هندی به شویی همی زبدها نباید پرهیز کرد که پیش آیدت روز ننگ و نبرد. بذار همجور که میخونم معنی کنم. میگه اون سراینده مرد دلیر که حالا معلوم نیست کیه، کل این مقاله راجع به همین سراینده مرد دبیر باشه، میگه اون مرد سراینده مرد دبیر دلیر گفت وقتی که داشت با شیر میجنگید که ناگه براویخت با نر شیر، که گر نام مردی به جویی همین، اگر دنبال آوازه و مردانگی و شهرت به دلیری هستی رخ تیر هندی به شویی همین، وقتی که شمشیر میبندی. ببینین شما شمشیر نبندین، هر کار دلتون خواست بکن شمشیر نبندین، برین مغازتون رو باز کنین، بشینین بقالیتون بکنین، مثل من برین نجاریتون بکنین، هر کار میخوام. ولی وقتی شمشیر بستی دیگه باید حواست باشه شمشیر بستی، دیگه نمیتونی بگی من میرم نجاری میکنم. میگه که رخ تیغ هندی به شویی همیز بدها نباید پرهیز کرد، نمیتونی بگی جنگ نمیرم، که پیش آیدت روز ننگ و نبرد، بالاخره جنگ پیش میاد. زمانه چو آمد به تنگی فراز، وقتی که اوضاع تنگ شد، اوضاع خیت شد، شرایط جنگی شد، هم از تو نگردد به پرهیز باز.
اگه تو نجنگی نمیگه حالی که تو نمیجنگی منم میرم دیگه نمیجنگی. زمانه وقتی که تنگ میشه شما اگه باش نجنگی اینجوری نیست اونم بگه خب نمیجنگی پس خداحافظ، نه اون میجنگه. خب هم از تو نگردد به پرهیز باز، چو هم ره کنی جنگ را با آخرت، دلی رتس جنگ آوران نشورد. نگاه کنید فردوسی میگه که جنگ رو نمیتونی با خرد جمع کنی. فردوسی که تمام عمرش رو صرف توصیف جنگ کرده ها، تمام این شاهنامه توصیف جنگ هاست، میگه که چو همراه کنی جنگ را با خرد. خرد اینجا یعنی چی؟ یعنی چاره اندیشی. یعنی میگه من جنگ نمی کنم آقا، من که یه نفر آدم کجا برم به جنگم، من نمیدونم الان کار دارم، من الان باید برم تلفن بزنم باب ننم نامه بدم، به قول اون چیزی که تو هواپیما بود گفتن به پرپایی، و اینجوری که نمیشه من باید به ننم نامه بدم. نه نام به ننم نامه بدم نداره دیگه، باید به جنگی. نمیتونی با خرد بیای با چاره اندیشی نجنگی. خب ببینن میگه که چون همراه کنی جنگ را با خرد، دلی رد ز جنگ آوران نشمرد. خرد را و دین را رهی دیگر است. میخوای برو آخوند بشو، خرد را و دین را رهی دیگر است. برو دنبال منافع، برو دنبال دین، برو دنبال جنگ جور. اسم جنگ جور رو خودت نذار. سخنهای نیکو به پندندر است. و حالا این معنیش رو شما گرفتین. حالا باز دوباره دو صفحه برم جلوتر تا برسم به حکایت چهار مقاله. کل مطلب رو نمیخوام بخونم، وقت نگیرم از شما، بیشترش توضیح بدم. این حکایت چهار مقاله رو بعد از اون مقدمه فردوسی، بعد این حکایت چهار مقاله از کتاب چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی است که 100 سال بعد از فردوسی نوشته شده، و این کتاب اولین کتابی است که از فردوسی یاد میکنه به بزرگی. و بعضی از چیزهایی که ما امروز در مورد فردوسی میدانیم از این کتابه. خیلی هم البته مختصره و یاداوریش هم از فردوسی بسیار مختصره، ولی به هر حال مهمه. در این کتاب آمده احمد ابن عبدالله خجستانی را پرسیدند که تو مردی خربنده بودی، به امیری خراسان چون افتادی. خربنده یعنی چارپادار، یعنی ترانسپورتیشن کامپانی داشتی، یه خری داشته باشی و بری از یه جایی یه باری برداری ببری. میگه که تو مردی خربنده بودی، به امیری خراسان چون افتادی؟ گفت به بادغیس در خجستان روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم. مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چو مردانت مرگ رویاروی. دائیه‌ای در باطن من پدید آمد، که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود. خران را بفروختم و اسب خریدم و از وطن خیش رحلت کردم و به خدمت علی ابن لیس شدم، برادر یعقوب. و باز دولت صفاریان در ذروه اوج علیین پرواز همی کرد، و علی برادر کهین بود و یعقوب و عمرو را بر او اقبالی تمام بود. و چون یعقوب از خراسان به غزنین شد، از راه جبال علی ابن لیس مرا از رباط سنگین بازگردانید و به خراسان به شحنگی اقطاعات فرمود، و من از آن لشکر سواری 100 بر راه کرده بودم و سواری 20 از خود داشتم، و از اقطاعات علی ابن لیس یکی کروخ هرا بود و دوم خاف نیشابور. چون به کروخ رسیدم فرمان عرضه کردم، آنچه به من رسید تفرقه لشکر کردم و به لشکر دادم، سوار من 300 شد. چون به خاف رسیدم و فرمان عرضه کردم، خواجگان خاف تمکین نکردند و گفتند ما را شحنه ای باید با 10 تن، یعنی از بس نفراتش زیاد بوده. نه ما برد دنبال کارت کن، نمیتونیم این همه سرباز رو غذا بدیم. رای من بر آن جمله قرار گرفت که دست از اطاعت از طاعت صفاریان باز داشتم و خاف را غارت کردم و به روستای بست بیرون شدم و به بیحق در آمدم
2000 سوار بر من جمع شد. بیامدم و نشابور بگرفتم و کار من بالا گرفت و ترقی همی کرد تا جمله خراسان خیشتن را مستخلص گردانیدم. اصل و سبب این دو بیت شعر، اصل و سبب این دو بیت شعر. من اگر اون روز شعر حنظله بادغیسی را نخونده بودم که مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن، ز کام شیر بجو یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رو یارود، هرگز این کارها رو نمی کردم. این دو بیت شعر بود که در من این نیروها رو ایجاد کرد که من خرام بفروشم، اسب بخرم و چنین بکنم که کردم. همین حکایت نظامی عروضی کافی است که ما بفهمیم این ابیات در زمان فردوسی از شهرت زیادی برخوردار بودند. علاوه بر آن با دیدن دو بیت عربی در تاریخ بیهقی میتوان حد زد که دامنه این شهرت به شعر عربی هم کشیده شده است. بیهقی در ذیل حوادث زی قعده، ببینن دیر میان جلسه اونم میزنن. آره بیهقی بیهقی در ذیل حوادث ذی قعده 421 از اینکه سلطان مسعود حاجب بزرگ و متنفذ پدرش علی قریب را دستگیر می کند و او را با بی احترامی بازداشت و بنی او را غارت می نماید متأثر است و در این قضیه درس عبرتی می بیند که با ما در میان گذاشته است. میگوید این علی و روزگارش دراز و قومش که به پایان آمد و احمق کسی باشد که دل در این گیتی غدار فریبکار بندد و نعمت و جاه و ولایت او را به هیچ چیز شمرد و خردمندان به دو فریفته نشوند. و عتابی سخت نیکو گفته. حالا برسیم به اون دوتا بیت عربی. میگه که زرین تجعنی میتتی مطمئنم، یعنی بگذار راحت بریم. ولم اتجشم حول تلک الموارد، من ترس این پایگاه های بزرگ رو، این موارد رو، این بزرگی و عز و نعمت را تحمل نمی کنم. میگه بذارم بمیرم آقا، من حوصله بزرگی و عظمت ندارم. فان جسمیات الامور منوته به چی؟ به مستودعات فی بطون العوارد. بطون العوارد این شکم های شیرها. میگه که چیزهایی که بزرگن، بزرگی ها تو شکم شیر هم باید بریاد شکم شیر در بیاد. و بعد جالبه که در زیر نگاه کنید، میگه اگرچه بیت آخر به صورت به مستعدات فی بطون الاساوت هم ثبت شد، یعنی در دن اجده ها، همین که الان اینجا فردوسی گفته بود که آی دکترم گفتن یعنی چی. نگاه کنید، پس برگردن اول مقاله ببینن اونجا که توی بیت گفته بود چه گفتان سرایند مرد دلیر، یعنی کی؟ یعنی همین حنظله بادقیسی. چه گفتان سرایند مرد دلیر که ناگه براویخت با نرشش. یادتون بیاد بیت های حنظله بادقیسی رو فردوسی داره با ما میگه، یعنی فردوسی داره یه روایتی نقل میکنه و نمیگه اون ابیات چی هن. فقط میگه سرایند مرد دلیر. سرایند مرد دلیر احتمالاً من حدس میزنم که حنظله هست و اشارش به این دو بیته و اون دو تا بیت عربی که آقای بیهقی هم دوره فردوسی داره نقل میکنه. حالا برگردیم به شاهنامه. حالا با این مقدمه طولانی عذرخواهی هم میکنم از طولانی بودنش، میگه بی یک روی جستن بلندی سزاست اگر در میان دم اجده هاست. اما را تو شکم شیر بکش، حالا معنی دار میشه، یعنی چون که یک سابقه ای داره و اون فردوسی توی مقدماتش چون داره حکمت میگه و قصه نمیگه، داره حکمت میگه، خیلی ضرورتی نمیبینه که جزئیات رو بگه، ایزاه بعد از ابهام بکنه، اصلا همچی ضرورتی نمیبینه چون داره حکمت میگه، فرض میکنه شنوندگانش حکمت ها رو میدونن. ما هم اینجا شانس آوردیم که این بیت حنظله باقی مونده. اگه بیت حنظله باقی نمونده بود، چون میدونن از زمان حنظله کل قرن سوم یعنی دوره که حنظله میزیسته، ما به عدد انگشتای دستمون بیت نداریم، یعنی خیلی
اتفاقیه که این بیت باقی مونده و ما میتونیم حدس بزنیم که فردوسی داره چی رو میگه. ممکن بود ما اصلا نتونیم بفهمیم که اصلا این یعنی چی، اگرچه در دم اژدها شانس آوردیم که میتونیم بفهمیم. خب حالا میگه که بی یک روی جستن بلندی سزاست، از یه طرف جستن بزرگی، تعقیب بزرگی، به دست آوردن بزرگی درسته، اگر در میان، یعنی حتی اگر در میان دم اژدهاست، بری از تو شکم اژدها بکشیش بیرون، و دیگر از طرف دیگر که گیتی ندارد درنگ، سرای سپنجی چه پهن و چه تنگ. و من کنون میکیش به توصیه کنم خود فردوسی دوچار تناقضه. البته این تناقض جالبه ها، یعنی نگاه فردوسی از یه طرف زروانیه از یه طرف شیعیه و این دوتا با هم در تناقضن. یعنی در واقع قدری مسلکی زروانی فردوسی از طرفی و خردگرایی شیعی، اختیارگرایی شیعی که نقطه مقابل اون قدری مسلکی از طرف دیگه، واقعا ذهن فردوسی رو دوچار چالش میکنه. من توصیه کنم به بزرگی یا توصیه کنم به اینکه دنبال آز نریم و بشینیم. و بعد میگه که پرستنده آز و جویای کین، به گیتی ز کس نشنود آفرین. و میگه که نه دنبال آز نریم. باشن اجازه نه من در بگن این صدا از این یعنی موقتی، بعد آریتی موقتی، پنجش همون پنجه یعنی تو خالی. خب سپنج نه نمیدونم سش چیه، نمیدونم سش چیه، میگم پنجش از همون پنج تو خالیه، یعنی تو خالی و آریتی و نه سرای سپنجی یعنی سرای آریتی، دنیای آریتی، روزگار زمانه آره. اسفنج میگن از همین اومده. خب نکته خوبی احتمالا با نگاه کنیم اینو اسفنج واقعا فارسی اصلا اسفنج تو انگلیسی فکر کنم وارده، ولی خب حالا تو انگلیسی هم باشه هنوز چون اینا هندو اروپایی هن ممکن از هم دیگه مشتق شده باشه. میفهمم بعید نیست، نکته خوبیه، یعنی توجه ما رو جلب کنه به اینکه اسفنج هم یه چیز تو خالیه و احتمالاً اسپانجی که حالا در انگلیسی هست ممکن از همین سپنج بیاد، هیچ بعید نیست. ولی خب من نمیتونم حکم قطعی بدم، باید واقعا بریم نگاه کنیم ببینیم اون چجوری اتیمولوژیشو بررسی کنیم. و نکته خوبیه. چه جایی هم میگن سپنج یعنی که اونجا سه چهار پنج روزه گذرم تعداد باقوزهاش زیاد نیست، خیلی زود نیست. سپنج یعنی در واقع خیلی جا گفته شده که معنی سه تا پنج روز یعنی چند روز تا پنج روز ولی هم سه چهار پنج. آها خوبه، پیشنهاد خوبی، احتمالا درست هم. نه خوب خوب. بعد میگه که کجا بودیم؟ پرستنده آز و جویای کین، به گیتی ز کس نشنود آفری. سرای آریتی. ببینه اون مهمانی که میگین، نها کنن در قدیم به مسافرخونه میگفتن سرای سپنج. چرا؟ به خاطر که مهمون که نمیخواسته دائم بمونه، مهمونی که توی شهری میومده میخواسته مثلا پنج روز یه جایی رو کرایه بکنه، به خاطر همین به اون میگفتن سرای سپنج، یعنی جایی که آریتی است. به خاطر همینم لغت مهمان هم نمیشه. خب حالا میگه چو سرو سهی کوز گردد به باغ، به دوبر شود تیره روشن چراغ. یعنی چنین کسی، یعنی کسی که به دنبال آز می رود، این چنین کسی چو سرو سهی کوز گردد به باغ. همیشه که همینجور هلدور نمیمونه، همیشه که همینجور با بر و بازو نمیمونه، که اینم یه روزی دلا میشه، کمرش خم میشه، پیر میشه. میگه به دوبر شود تیره روشن چراغ، چراغ وجودش کمسوتر و کمسوتر و کمسوتر میشه، کند برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید درست، بروید ز خاک و شود باز خاک، همه جای ترس است و تیمار و باک. نباید آزمند باشه،
چرا؟ به خاطر که از خاک میاد و دوباره به خاک میره و سر مایه مرد سنگ و خرد زگیتی بیازاری اندر خورد. میگه باید یاد بگیری که بیازار باشه، به جای آزمند بیازار باشه. به قول حافظ که رستگاری جاوید در کم آزار است. و بعد میگه اگر خود بمانی به گیتی دراز، ز رنج تن آید به رفتن نیاز. میگه حالا فرض کنیم هم اصلا بمونه، اصلا نمیره، خب خیلی هم بمونه دیگه، مثل قباد دیگه. قباد 120 سال زندگی کرد با عزت، ولی اون لحظه که میمرد به نوذر چی میگفت؟ به پسرش. چرا؟ به خاطری که انسان درد و رنجش به جایی میرسه که میگه، که رو میکنه با آسمان میگه جان من رو بگیر. درد و رنج ما دیگه جوری میشه که دیگه نمیخواهیم بمونیم. ببینم میگه زرنج تن آید به رفتن نیاز. یکی ژرف دریاست بن ناپدید، در گنج رازش نیابد کلید. این رازی تو دنیا و منم واقعا نمیتونم، کلیدی ندارم برای باز کردنش. از او چند یابی، یعنی هر چه گیرت بیاید، از او چند یابی فزون بایدت. میگه لامصب یه جوری هم هست که هر چی به دست میاری بیشتر هم میخواد. میگه یکی ژرف دریاست بن ناپدید. گیتی یا زندگی یه دریاییه که تش معلوم نیست و رازهاش و اون مرواریهاش و اون اسرار این دریا هم بر کسی بر همگان نامعلومه. یعنی انگار این جهان، به خاطر چی فردوسی یه حرف میزنه که میگه جهان یک یا زندگی یه دریای بن ناپدیدیه؟ به خاطر خودش از اول با یه تناقض شروع کرده. میگه نمیدونم بهت بگم بری دنبال بزرگی و عزت و فلان، یا اینکه آزمند نباشی. این هم از اون رازهای جهان است. و میگه که این دنیا اینجوریه، دنیا پر از رمز و رازه و من در مقابل این ناتوانم، به خاطر کلیدی برای رازهاش به ما نمیده. و بعد میگه سه چیزت بباید که از او چاره نیست، غزان نیست بر سرت پیغاره نیست. میگه ولی اگر همه چی رو ول کنی دنبال سه چیز بری، پیغارهی بر سرت نیست، یعنی کسی ملامتت نمی کن. کسی نمیگه چرا رفتی دنبال این سه چیز. خوری گر بپوشی یا گر گستری. میگه بخور و بپوش و بذل کن، این سه کار رو بکن. یه به قدری که زنده بمانی بخور، به قدری که آبروی داشته باشی بپوش، و به قدری که عزت نفسی میخوای ببخش. گر یعنی یا، در شاهنامه گر یعنی یا. میگه اگر توند بادی برایت ز کنج، به خاک اوفتد نارسیج ترنج، ستمکار خانیمش گر دادگر. میگه بهش بگیم ستمکاره یا بهش بگیم دادگر. اینه یا ستمکاره خانیمش گر دادگر، یعنی یا دادگر. هنرمند دانیمش گر بی هنر. آیا بو بگیم هنرمند یا بگیم بی هنر؟ نمیدونیم. نه پس گر تو شاهنامه یکی از مشکلات شاهنامه است. کجا یعنی که؟ کجا تو اینا از مشکلات شاهنامه است. آدمایی که همینجوری شروع میکنن شاهنامه رو خوندن هی گیج میشن. چیز ساده ای هم هست، ولی همین که نمیدونه آدم سخت میشه. خب میگه که خوری گر بپوشی یا گر گستری، یعنی بخوری یا بپوشی یا بگستری، اینا سزد گر بدی گر سخن ننگری. و سزاوار است که دیگه از این چیزا چیز دیگه نخو. که از این سه گذشتی همه رنج آز، چه در آز پیچی چه اندر نیاز. و میگه که چقدر این جالب، این درسش میگه جالبش اینه که آز با نیاز هیچ فرقی نداره. یعنی شما بدبخت باشی هیچی نداشته باشی، با اینکه آزمند باشی هیچ فرقی نمیکنه. فرض کنن یه آدمی که همه این اتاوار، ما بعضی موقع تخته با دوستان بازی میکنیم، مثلا سر کل پراپرتی های مثلا چیز بازی کالیفرنیا بازی میکنیم، همه پراپرتی های اویلیبل در کالیفرنیا ما میشین بازی میکنم. حالا فکر کنم مثلا بنده من میبازم الان بده کار. حالا میگه کل پراپرتی های اویلیبل کالیفرنیا رو داشته باشی ولی آزمند باشی، فرض کنیم. از طرف دیگه فقیر باشی،
قابل آزمن نباشه. میگه اینا با هم فرقی نمیکنه، این دو تا آدم با همش فرق نمیکنه، اون دلش میخواد یه چیزی داشته باشه، اونم دلش میخواد یه چیزی داشته، اون نداره همه چیزی که میخواد، اونم نداره همه چیزی که میخواد. و درسی که میده اینه، میگه چه در آز پیچی چه اندر نیاز، اینا با هم فرق. خب این مقدمه این داستان بود. حالا بریم آغاز داستان. مقدمه هاش معمولا یه ذره سختن، ولی داستان که جلو بریم دیگه روونه. میگه دل شاه ترکان چنان کم شنود، اونطوری که شنیدم شاه ترکان یعنی افراسیاب همیشه به رنج از پی آز بود. یکی از آزمندان بزرگ این صحنه جناب افراسیاب. از آن پس که برگشت از آن رزمگاه، که رستم بر او کرد گیتی سیاه، که اشاره به پایان داستان بیژن منیژه است. میگه از یادتون هست که چه پوستی ازش کند رستم وقتی که بیژن رو آزاد کرد از اون چاه و حمله کرد و بنه اون رو به غارت برد و اونها رو در خواب گیر انداخت، و بعدش هم اون اسفندیار، میگم اسفندیار معذرت خواهم، افراسیاب دنبالش کرد و بعد سپاهیان رو سوق داد به طرف کشتن رستم. سپاهیان چی فرار کردن، چی خود افراسیاب فرار کرد و تا چندین منزل رستم دنبالش میکرد و افراسیاب فرار کرد از این مهلکه و جان سالم بده. یک بار دیگه هم افراسیاب از دست رستم جان سالم در بوده و اون دفعه خیلی جالبه، یعنی رستم این کمربند افراسیاب رو میگیره آویزون یه دستی داره میادش تحویل شاه بده، وسط را کمربند افراسیاب پاره میشه این در می. یه بارم اینجوری فرار کرده از دست رستم که کمربندش گرفته داره میبرتش چیز. حالا میگه از آن پس که برگشت از آن رزمگاه، که رستم بر او کرد گیتی سیاه، بشد تازنان. تازنان یعنی تازیان، تازنده، تا به خلخ رسید. رفت رسید به اون سرزمین های ماورای جیهون. به ننگ از کیان شد سرش ناپدید، اینقدر رفت که دیگه بالاخره اونا هم دست از تعقیب کشیدن برگشت. به کاخ اندر آمد پرآزار دل، ابا کاردانان هوشیار دل، چو پیران و کرسیوز رهنمون. که چقدر ما از این کرسیوز بدمون میاد، چقدر تو داستان سیاوش برخلاف اغریرث، برخلاف پیران چقدر شماتت کرد، چقدر سعایت کرد، دشمنی کرد. چو پیران که دوستش داریم تو این داستان خیلی، یعنی فردوسی دوستش داره پیران رو، کرسیوز رهنمون پراخان و چون شیده و کرسیون، اینا دور شاه رو گرفته بودن و خب شیده پسرش هست، پسر پادشاه هست، قراخان هم باز پسرش هست و پیران هم که خب یکی از سرداران بزرگ و فرمانداران بزرگ سمت بلخ و چین و اینجا هست. بله بله، پیران ویسه، اسم پدرش هم ویسه است. بر ایشان همه داستان برگشاد، گذشته سخنها همه کرد یاد، که تا برنهادم به شاهی کلاه، مرا گشت خورشید و تابند ماه. یعنی روزگار بر من گذشت از اون زمانی که تاج بر سر گذاشتم، و روزگار بر من گذشت، مرا بود بر مهتران دسترس، هیچ وقت هیچ کس نبود که به چنگ من نیاد، عنان مرا بر نتابید کس، حرکت که میکردم به سمت کسی میترسید تسلیم میشد، عنان مرا بر نتابید کس. انان مرا اینجا یعنی رفتن من را به سمت خوده، به سمت او، به سمت خودش نمیتونست تحمل بکنه. انان یعنی افسار، افسار من را بر نمیتابید، یعنی اینکه به محضی که افسارم اصلا رو تکون میدادم و به سمتش میرفتم او تسلیم میشد. زهنگام رزم منوچهر باز، نبود دست ایران به توران دراز. میگه یادتون هست که زمانی که پدرم پادشاه بود، پشنگ پادشاه بود، چه پوستی ما از ایرانیان کندیم در زمان نوذر، و چه فقر و فاقه و بدبختی به ایران آوردیم که پوستشون کندیم و اینها تسلیم ما بودن بعد از داستان منوچه، و اینها اینجوری ما اینها رو خورد کرده بودیم. شبیخون کنن تا در خان من. میگه حالا به جای رسیدن که میان تو خونه من و
وسایل منو میبرم به غارت. این دال کنند نمیدونم فردوسی چجوری این رو ادا میکرده. اگر ادا نکنه فعل وزن درست میشه، شبیخون کنن تا در خان من. تو نسخه بدلان فکر کنم کند شاید باشه که وزن درست بشه. شبیخون کند تا در خان من، از ایران بتازند بر جان من. دلاور شدن مردم نادلیر، اینا همون ایرانیایی هستند که از ما شکست خورده بودند، حالا دلاور شدند. گوزن اندر آمد به بالین شیر، من خواب بودم اینا آمدن سراغ من. کبوتر گرفته است دنبال باز، دم باز رو کبوتر اومده گرفته دنیا رو ببینن. زر آمد که کین باز خواهد ز گاز، گاز یعنی گازنبر، گازنبره که گاز رو گاز میگیره از توی کوره در میاره، زر رو گاز میگیره و میذاره رو پتک روی سندان. همیشه این گازنبره که زر رو میگیره، حالا زر گازنبر رو گرفت. و حالا نها کنه فردوسی میخواد بزرگیه افراسیاب رو بگه، افراسیاب میخواد از خودش تعریف کنه، میگه زر گازنبر رو گرفته. نها کنه ایرانیان رو باز زر داره تلقی میکنه، یعنی یه خورده معلوم جانبدارانه داره فردوسی شعر میگه. میگه که کبوتر گرفته است دنبال باز، زر آمد که کین باز خواهد ز گاز. بر این کینگر کار سازیم زود، بر این کینگر کار سازیم زود، وگر نه برارند از این مرز دود. باید یه فکری بکنیم وگرنه به زودی سرزمین هامون رو با آتش میکشن. سزد گر کنون گرد این کشورم، سراسر فرستادگان گسترم. باید بفرستم نیرو جمع کنم، سراسر فرستادگان گسترم، گسیل کنم. ز ترکان و از چین هزاران هزار، کمربستگان از در کارزار. از در گفتم قبلا در شاهنامه، مهمون های جدیدی چون داریم من مجبورم بعضی از جزئیاتی که قبلا بارها گفتم تکرار کنم. از در یعنی لایق، پس از در کارزار یعنی لایق کارزار. ز ترکان و از چین هزاران هزار، کمربستگان از در کارزار. گماریم بر گرد ایران سپاه، بسازیم بر هر سوی رزمگاه. باید بریم لشکر زن. همه موبدان رای هوشیار خیش، نهادند با گفت سالار خیش. همه موبدان یعنی همه بزرگان و اطرافیان افراسیاب. ببینم ما یه عادتی کردیم که موبد رو ترجمه میکنیم روحانی زرتشتی، فکر میکنیم موبد یعنی روحانی زرتشتی، در صورتی که در شاهنامه موبد به این معنی نیست. موبد در شاهنامه به اون معنی هم هست ها، ولی علاوه بر اون معنی یعنی مثلا رایز اسب هنوز میشه موبد، یعنی مثلا فرض کنن مکانیک چیز همین پرت میکنه، بگن اسمش نه نه اون گنده است خیلی پرت میکنه، منجنیق مثلا، کسی که اون انجام اونم موبده، یعنی ریاضیدان و مهندس و مکانیک و اینا همه موبدن. آره افراد کارکشته و مهارت های ویژه، آدمایی که خیلی خیلی مهارت های ویژه دارن، نه یک مهارت های ساده و عمومی، نه مهارت های ویژه دارن، اینا موبدن. همه موبدان رای هوشیار خیش، هوشیار هم اینجا یعنی همدلانه، رای هوشیار خیش یعنی با دل و جان نهادند با گفت سالار خیش. گفتن آره راست میگی، اینجوری نمیشه که ما را ز جیهون بباید گذشت. مرز ایران و توران جیهون تصور میشده دیگه، یعنی این ماورا و نهر که ما میگیم توی جغرافیای تاریخیمون عمدش واقعا ما آن طرف جیهونه، واقعا عمدش آن طرف جیهونه. البته یه تیکای این بر جیهون هم هنوز جزء ماورا و نهر توی جغرافیای تاریخیمون بودن، ولی اینها اینجا مرز ایران و توران همیشه شناخته شده. ببینید توران اگه از نظر تاریخی میخواین بگین یه بحث دیگه است، از نظر شاهنامه میخواین بگین یه بحث دیگه است. ببینید شاهنامه وقتی میگه توران یعنی سرزمین ترکان، یعنی سرزمینی که ماورای جیهونه، یعنی یه بخش های ازبکستان فکر کنید، تاجیکستان فکر کنید، ترکمنستان فکر کنید، همینجور برید تا مرزهای چین و این سرزمین خراسان، شمال خراسان، اون بالای خراسان.
منتها از نظر تاریخی که بخوایم نگاه بکنیم به قضیه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اولین به اویدنس های علمی که ما از تورانیان داریم این داستان هپتالیان توی یه به اصطلاح سرزمین های باز تو همین مناطق هستن، ولی خیلی گسترده تر از این هستن. یعنی مثلا البته الان که دارم میگم حضور ذهن ندارم، ولی نگاه کنین لغتشو اونجا میبینن که مثلا اینا یه جای نزدیک چین هستن، تا برید مثلا فرض کنین سیبری و اینجاها رو هم باز میگیرن. خیلی از نظر علمی ما نمیتونیم جای تورانیان رو مشخص کنیم. شاهنامه منظورش اون طرف جهیمه. حالا میگه که ما راز جیهون به باید گذشت، زدن کوس خسرو بر آن پهن دشت. خب ببینن کوس کسی را زدن، مثل دیدن امروز میگن کوس رسوایی ما بر سر بازار زدن، کوس رسوایی ما بر سر بازار زدن، ما امروز وقتی به کار میبریم یعنی اینکه رفتن همه جا جار زدن که آقا فلانی مثلا اینجوری فلانی اونجوری، این میشه کوس رسوایی زدن. ولی کوس زدن در شاهنامه هم بدون کلمه رسوایی به نظر میرسه یعنی ابراز همتایی و مقابله کردن. قبل پیروزی هم ممکنه بشه، راست میگن، ولی من وقتی که تو توی چیز نگاه میکنم توی به اصطلاح معادل هایی که از کوس زدن توی لغتنامه نگاه میکنم بیشتر به اینی که یعنی مقابل یک کسی قرار گرفتنه، ولی شاید هم تبل پیروزی باشه واقعا، چون کوس یعنی تبل دیگه. حالا میگه که ما را ز جیهون به باید گذشت، زدن کوس خسرو بر آن پهن دشت. یعنی اینکه ما بریم و کوس خسرو بزنیم، یعنی مقابله کنیم با خسرو کیخسرو و بیستیم در مقابل کیخسرو، بگیم ما هم کسی هستیم، ما هم اندازه تو هستیم، از تو هم بزرگتر. به داموی، یعنی به رودخانه آموی، به داموی لشگرگهی ساختن، میگه سر آموی پادگان میسازیم، شب و روز ناسودن از تاختن و نفرات اون هی میفرستیم. یعنی میریم اونجا پادگان میسازیم، هی نفرات اون میفرستیم، دوباره اینا هم برمیگردن یه سری نفرات دیگه، شب و روز ناسودن از تاختن که آن جای جنگ است و خون ریختن، چه با گیو و با رستم آویختن. این چه با میگه اونجا جای جنگه و با گیو و با رستم آویختنه، همچنین سرافراز گردان گیرنده شهر. غیر از گیو و رستم سرافراز، میتونیم بگیم سرافراز گردان گیرنده شهر لقب گیو و رستمه، میتونیم اینو بگیم، بگیم که آن جای جنگ است و خون ریختن، چه با گیو و با رستم آویختن، سرافراز گردان گیرنده شهر، یعنی همین آقای گیو و رستم، یا بگیم غیر از این دوتا با همه گیو و رستم اینکلود بقیه، چه با گیو و با رستم آویختن، سرافراز گردان گیرنده شهر، نهنگان چنگاب داده زن. بریم و با اینها به جنگ دست و پنجه. حالا چرا گیو و رستم رو میگه از بین اینا؟ به خاطری که گیو و رستم همین در همین روزهای اخیر، در همین سالهای اخیر بسیار حمله کرد. یعنی گیو که آمده و گوش پیران رو بریده، یه بار از اون گوش پیران برید با شمشیر و دستای پیران هم بستن، گفتن ما با این شرط ولت میکنیم که قول بدی که بری خونه به زنت بگی دستات باز کنه، تا خونه بری دستات. دیدن بعضی موقع من پدرم میرفت ورق بازی و بعضی موقع شرطی بود سر یه چیزی بازی، مادرم هم ناراحت بود از این موضوع، مادرم فهمی کرد مثلا مال حرومه و از یه حرف. من پدرم وقتی یه چیزی میبرد میداد به رانندش، میداد ببرن در خونه بدن به نهیره، و مادرم در میزن مثلا سر مادر منم هرس میخورد از این موضوع، یه وقتی میبازی که ما نمیفهمیم، وقتی میبره مثلا یه چیزی برده میداد. حالا این میگفت چی؟ کجا بودم؟ ها میگه این جناب ها داشتم راجع به گیف میگفتم. گیف گفت که دستات میبندیم، برو خونه به زنت بگو دستات باز کن، این با این شرط حاضر شدن جانش بخرن و بره.
یعنی پوست اینا رو کنده بودن، این گیو از یه طرف و رستم، این دوتا رو خیلی دلش میخواد که از میون برداره. و خب میدونیم که یادتونه گفتم که به موازات این اتفاقات ما یه سری خانواده ها داریم، یه خانواده خانواده کشوادن که گودرز پسر کشواده و گیف پسر گودرزه و بیژن پسر گیف، و یه خانواده خانواده گرشاسپه که نریمان پسرشه، سام پسر اونه، زال پسر اونه و رستم پسر اون. یعنی این دوتا خانواده خانواده خیلی مهم، یعنی اینا اگر از بین برن و پوزشون به خاک مالیده بشه، ایران بی لشکر و بی پهلوان و بی کس میشه. خب نهنگان چنگاب داده، یعنی نهنگ یعنی تمساح. خب نهنگان چنگاب داده به زهر، یعنی که نهنگانی با زهر، با چنگال ها و دندان های زهراگی، یعنی سوارانی بسیار دلاور که میتونن با یه ضربشون بزنن آدم رو بکشن. ضمن این که بگم که تیرها رو هم به زهر میدادن، شمشیرها رو هم زهراگین میکردن، تیرها رو هم زهراگین میکردن. این چنگاب داده به زهر یعنی با چنگال های کشنده و نابود کننده. خب یه چایی بخوریم بعد برگردیم ادامه.